ترسو. پس اینا همه نقشه بود؟ آره؟ افراد تو صدا کردی که منو به کشتن بدی؟ کار تمومه وانچ، کار تمومه. کی به اون شلیک کرد؟ چیه نانگری؟ بگو. سارا هیچ وقت اشتباه هدف نمیگیره. چطور این اتفاق افتاد؟ اصلا نمیفهمم. من نه 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 باورم نمیشه که وانشو نکشتم. میکشمت لعنتی. گایا بیا. چی شده؟ بیا بخور. آروم باش. آروم آروم. چی شده؟ بهت که گفتم تا 12 ساعت آینده وانشو میکشم. هنوزم وقت زیاد مونده. این بار تونست فرار کنه ولی اجازه نمیدم دوباره این اتفاق بیفته. کارشو تموم میکنم. وانشو میکشم. هدفگیریم اونقدر بد نیست. اونم خیلی خوششانس نیست. بالاخره میکشم. تو چت شده؟ چیزیم نشده. این قرصه واسه چیه؟ هیچی نیستن. گایا چی شده؟ مریضی؟ چیزی شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ یکم آروم باش. بهت که گفتم چیزیم نشده. من هیچی نیست. اگه چیزی نیست پس چرا دستات میلرزه؟ چی شده؟ تو دیوونه ای؟ عقل تو از دست دادی؟ نه به اون اول که میخواستی منو بکشی، نه حالا که یهویی اینقدر نگران من شدی. 7 سال پیش کجا بودی ردیم؟ نکنه حامله شدی؟ دیوونه شدی؟ گایا تو از من برداشت اشتباه کردی، چه اون موقع چه الان. تو دوست من بودی. من هنوزم تو رو دوست دارم. مشکلی هم باهات ندارم. تنها مشکلی که دارم با کاریه که الان میخوای انجام بدی. من از جرم متنفرم ولی از مجرم نه. من گایا نیستم. گایا اینقدر این اسمو نیار. من گایا نیستم. من سارام. اسم من ساراست. اگه اینقدر نگران گایا بودی 7 سال پیش اون کارو باهاش نمی کردی. بیرون. اینقدر اعصاب منو به هم نریز. برو بیرون. از اینجا برو بیرون. تقصیر توه. هر اتفاقی که واسه من افتاده به خاطر توه.
تو این کارا رو با من کردی. من به خاطر تو این شرایطم. من یه قاتل جهانیم. آفرین. از ممنونم ردیما. به خاطر توئه که لقب قاتل گرفتم. فقط به خاطر توئه ردیما. به خاطر تو پلیس، دشمن همه دارن تعقیبم میکنن. حتی به خاطر تو زندان رفتم. من نمیخواستم. نمیخواستم این کارا رو بکنم. من یه دختر ساده بودم، کسی که حتی فرق بین رودخونه و اقیانوس رو نمیدونست، ولی به خاطر تو رفتم زندان. کنار کلی مجرم روانی موندم. اونقدر من رو شکنجه کردن که منم مثل اونا روانی شدم. یادت میاد ردیما؟ من شاگرد اول بودم، درسام خوب بود. من اونی بودم که به همه کمک میکرد. به تو هم کمک میکردم ردیما. همیشه همه جا کنارت بودم. من همیشه کتاب تو دستم بود، ولی به خاطر تو مجبور شدم جای کتاب اسلحه دست بگیرم. فقط به خاطر تو. فقط به خاطر تو. من شاگرد اول بودم، ولی امروز آدم کش اولم. فقط به خاطر تو. ردیما، زندگی تو میتونست مال من باشه. آینده میتونست مثل تو روشن باشه. منم میتونستم یه شوهر دوست داشتنی داشته باشم، یه خونواده. اما تو همه چی رو نابود کردی، همه چی رو خراب کردی. ببینم ردیما، تو اصلا فکر میکردی که من یه روزی آدم کش بشم، بتونم یه قاتل مشهور بشم، ها؟ فکرشو میکردی؟ نه دیگه. هیچ کس دلش نمیخواد همچین زندگی داشته باشه، ولی تو منو تبدیل به یه قاتل کردی. ردیما، هیچ کس همچین چیزی نمیخواد، ولی به خاطر تو همه این اتفاق افتاد. تو سرنوشت منو با خون نوشتی. تو زندگیمو نابود کردی. تو منو دیوونه کردی. ازت متنفرم. ازت بیزارم. ازت متنفرم. گایو، هیچ کس نمیتونه گذشته رو تغییر بده. آینده رو هم نمیتونی تغییر بدی. میتونم تغییر بدم. میتونم گایو. فقط یه بار بهم بگو من چی کار باید انجام بدم که هر دو تامونو از این دنیای خطرناک در بیاره بیرون. چی کار کنم که دیگه با من و وانش دشمن نباشی؟ وانش! فقط اسم وانش رو میاری داری دیوونم میکنی. فقط وانش برات مهمه. فقط از اون حرف میزنی. وانش فلان، وانش مهمان. الان که به مشکل خوردی، از بقیه میخوای روششون رو عوض کنن؟ باشه، خیلی خوب. میخوای شوهرتو نجات بدی دیگه؟ آره. اون 7 سالو به من برگردون. عزیزایی که از دست دادم و برگردون. میتونی همشون رو برگردونی؟ میتونی به هم برشون گردونی ردیما؟ ها؟ نه، نمیتونی. سرنوشت ما از قبل نوشته شده. گذشته تصمیم میگیره آیندمون چی بشه. برو بیرون. به اندازه کافی اذیتم کردی. دیگه برو بیرون ردیما. نمیتونم گذشته رو عوض کنم، ولی من میتونم کمک کنم زخمای گذشته تو فراموش کنی. تو نمیتونی حتی به خودت کمک کنی، بعد میخوای به منم کمک کنی؟ گفتم برو بیرون ردیما. برو بیرون. گایو، فقط 2 دقیقه مونده. تو فقط 2 دقیقه خوب به من گوش بده. یه زندگی مثل خودم بهت میدم. میتونم از مامبوی سیاه و معامله بهتری باهات انجام بدم. پول خیلی زیاد، خونه جدید، هویت جدید، جایی که توش نه از دشمن بترسی نه از پلیس، که دست هیچ کس بهت نرسه. میتونم همه چیز بهت بدم. میتونی زندگی راحتی داشته باشی. میتونی به فکر آیندت باشی. میدونم که سختی های زیادی کشیدی، ولی میتونی زخم و دردت هم فراموش کنی. عجب، پس حالا میخوای به هم رشوه بدی؟ آره. داری وعده های بزرگی میدی. از پسشون برمیای؟ قول میدم چون از پسش برمیام، ولی فقط به یه شرط. از این به بعد دیگه سراغ وانش نیای. باش، قبوله، ولی اگه بخوای منو دور بزنی اون وقت علاوه بر وانش
خودتو بچتم میکشم. دور نمیزنم. شک نکن که به قولم عمل میکنم. باشه، پس قبوله. همه چیزایی که قول دادی رو برام فراهم کن. تو 48 ساعت. 48 ساعت؟ خیلی کمه گایو، وقت بیشتری میخوام. نمیشه، من وقت زیادی ندارم. اگه وقت داشتم که خودم زندگیمو تغییر میدادم. زمان خیلی ارزشمنده ردیما، همه بیشتر میخوان، ولی شدنی نیست. 48 ساعت، وگرنه وانش خودت و بچت میمیری. برو. گفتم برو. چمدونا رو ارسال کن نانگری. باشه رئیس. داشتی پشت گوشه یه چیزی میگفتی؟ چیزی نبود، میخواستم بهت خبر بدم که دیدم ردیما داره میره بیرون. همین، چیزی نبود. نانگری خوب گوش بده، یه تیرانداز قهار توی این هتل ویو من به زودی یه حرکتی میکنه. مسئولیت خانوادمون روی دوش من و توه. باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. یه کاری بکن، لیست مهمونای هتل رو از پذیرش بگیر. میخوام ببینمشون. شاید تیرانداز جلوی چشممونه ولی نمیتونیم شناساییش کنیم. باشه رئیس. اگه وانش این لباسو دستم ببینه قطعاً به هم شک میکنه. اون خیلی آدم باهوشیه، باید یه راه دیگه پیدا کنم. آریان، سلام آریان. نگایت ری تویی؟ چی شده گایت ری؟ سلام خوشتی. چرا تنها نشسته بودی؟ این رو تو دوست دارم، همچین جالبه. ببخشی داریم واسه این که نتونستم بگم منم یه حسایی به تو دارم. ازت خوشم میاد. راستش وقتی که میبینمت انگار دست و پامو گم میکنم، واسه همینم هیچ وقت نتونستم بهت بگم. خب گایتری، میدونم که خیلی پسر جذاب و خوشتیپیم، ولی اونقدر جذاب هستم که دست و پاتو گم کنی؟ حالا بیخیال، این روی وحش تو تمام مدت کجا قایم کرده بودی شیطون؟ خیلی حرف میزنی آریان، زود باش یه کاری بکن. سرعتت خیلی بالاست. زندگی فرصت زیادی به آدم ها میده، ولی خب منم نمیخوام یکی ها دست بدم. چشماتا ببند، بیا نزدیکی تر، خجالت نکش. باشه باشه. بیا. کجا رفت؟ آریان خیلی خیلی خنده داری آریان، یعنی واقعا اینقدر درمونده شدی که داری با ستون ادای عشق رو در میاری؟ همین 2 دقیقه پیش تو سر ردیما گایتری اینجا بود باشه و خودش گفت که نزدیکش بشم. باور کن الان کجاست؟
کجا رفته؟ اصلا گایتری کی؟ همینجا بود. آریان واقعا قیافت دیدنی بود. بیا خودت ببین. ویدیو تو نگاه کن. واقعا خیلی خنده‌دار بودی. کل سالو میتونم بهش بخندم و ازت اخاذی کنم. آریان واقعا خنده‌داری. باور کن لطفاً. لطفاً باور کن اینجا بود. واقعا؟ ولی من فکر میکنم که توهم زدی و باید یه کمی استراحت کنی. نمیدونم جادوی دختره بوده یا نوشیدنی که خوردی که همه جا داری چهرش رو میبینی. لطفاً ایشانی بی خیال بس کن تمومش. برو یه کم استراحت کن. بس کن. نکنه واقعا توهم زدم. داره چه بلایی سرم میاد؟ دنبال چی میگردی رئیس؟ دنبال سرنخ میگردم. شاید تیرانداز یه چیزی جا گذاشته باشه. منم چک میکنم. رئیس تو ردیما رو ندیدی؟ چرا به هم زنگ زد؟ رفته چکاپ ماهیانه. منم سرم شلوغ بود برای همین به هم نگفته. آها باشه. آنگری وقتی تیرانداز رو دیدم همینجا داشتم میدویدم. ولی وقتی که رسیدم طرف دیگه فرار کرده بود. از اون طرف. نتونستی چهرش رو ببینی؟ نه. تیرانداز یه زنه. زنه؟ چطور مگه رئیس؟ همین الان گفتی صورتشو ندیدی. آره صورتشو ندیدم نانگری، ولی از سایز کفشش مشخصه که یه زن بوده. ببین توی هند میانگینه سایز کفش مردونه بین 7 تا 12 سانته، ولی این مشخصه که از 6 هم کمتره. برای همین مطمئنم که طرف دختره. خوبه بازن. راستی نانگری لیست مهمونای هتل رو چک کردی؟ آره رئیس چک کردم. آگوستین چند روز پیش اومده هتل. بقیه هم همه خانواده. باشه. ولی رئیس یه خانم هست که خودش تنها اومده و اتاق گرفته. وانش حتما تا الان فهمیده تیرانداز کی بوده. اصلا نفهمیدم که ای با کفشم رفتم تو گیر. یعنی ممکنه سرنخی پیدا کرده باشه. نباید وانشو اینقدر دست کم بگیرم. اینقدر باهوش هست که به هم شک کنه. آدم خیلی باهوشیه. باید خیلی خیلی حواسمو جمع کنم. دوست ردیما گایاتری چند روز پیش اومده توی همین هتل. مطمئنم سایز کفشاش یا 6 یا کمتر از اونه. ولی رئیس ردیما گفت گایاتری از دوستای قدیمیشه. گفت خوابگاه با هم بودن. خودم میدونم شماره اتاقش چنده. باید تا وانش نیومده همه ساکا رو جا به جا کنم. یه کاری بکن. اول ببین ویوم کجاست. من با گایاتری صحبت میکنم. باشه رئیس. آه لعنتی. خودشه. همون ظاهر، همون قد. ای داره میاد دنبالم. اگه موچمو بگیره همه نقشام خراب میشه. یه لحظه وایسین. ببخشید. Thank you.
چی شده؟ کی اینجوریت کرده؟ نتونستم ببینمش. یه هودی سیاه تنش بود، فرار کرد. کجا رفت؟ از کدوم طرف رفت؟ نمیدونم، منو انداخت زمین. بعد صدای تو رو شنیدم که داشتی به یکی میگفتی وایسا. فکر کردم کسی داره ازت دزدی میکنه، واسه همین سعی کردم بگیرمش ولی فرار کرد. میگم از کدوم طرف فرار کرد گایاتری؟ محکم گرفته بودمش ولی داشت فرار میکرد، کفشش از پاش در اومد. سایز این کفش دقیقاً اندازه یه سایز کفش تیر اندازه. لطفاً کمکم کن. بدجور زخمی شدم. میترسم نکنه عفونت کنه. هیچیت نمیشه. بیا. آروم باش. نگران نباش، گلوله از کنار دستت رد شده. به دکتر بگید وقتش آزاد شد یه سر بزنه. بله قربان. واقعا ببخشید وانش، من سعی کردم جلوشو بگیرم ولی... اشکالی نداره، گیرش میاری. آخه چرا داشت میدوید؟ ببینم مگه چیزی دزدیده بود؟ نه، دزد نبوده. پس کی بود؟ قاتل. واقعا متاسفم، من سعی کردم کمکت کنم اما دیگه به من کمک نکن. این دفعه رو شانس آوردی، ممکن بود بمیری، حواست هست؟ پس لطفاً تو کارای من دخالت نکن. مراقب خودت باش. حتما. شلان مچمو میگیره، نباید بذارم بفهمه. فکر کن سارا، سری فکر کن. وان شرایسینگانیا، منم دوست ندارم کسی تو کارام دخالت کنه. امروز شکست خوردم ولی فردا دیگه جونتو میگیر. سلام، دوست صمیمی نوت اومده. لیوم، صفر دایره، ترسیدی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچ کاری مادر جان، ظاهرن روزم قرار نیست بدون دیدن چهره تو تموم بشه. چی شده؟ چرا اینجوری؟ چرا اینقدر خونریزی داری؟ کار نوه عزیزته وانش، اون بهم شلیک کرد. ولی نگران نباش، این چیزا بین ما عادیه. هر وقت همو میبینیم یکیمون خون ریزی میکنه. امروزم خون من ریخت، فردا میشه خون اون. وایسا، الان زنگ میزنم دکتر. نه، میخوای دستگیر بشم؟ به دکتر زنگ نزن مادر جان، میخوام امروز تو دکترم باشی. بس دیگه، الان زنگ میزنم، حداقل وانش بیا. نه، به وانش زنگ نمیزنی. وانش بیاد تو بد درد سری میافته، بعدشم
تا قبل اینکه سر و کله وانش بخواد پیدا بشه با یه حرکت میتونم گردن تو بزنم. بعد اینکه بیاد باید جنازت رو جمع کنه، ولی هنوز نوبت مرگت نرسیده، پس گن نزن. بیا گلوله رو درار. من که نمیتونم گلوله رو در بیارم، بلد نیستم. نه نه نه، نگران نباش، تو دکتر میشی، منم میشم دستیارت، خودم کمکت میکنم. به چی فکر میکنی؟ دکتر ایندرانی رایسینگانی هم. بیا دیگه اینو بگیر، بگیرش. بیا، من از این کارا بلد نیستم. فندکو بگیر، شمو روشن کن، بجوم. حالا چاقو رو داغ کن. آبم بذار جوش بیاد، زود باش. سریع تر باش مادر جان. اینو بگیر، گلوله رو درش بیار. از چی میترسی؟ زود باش، چاقو سرد میشه، عجله کن. قبلا که خیلی رو اذیت کردی، حداقل به یه نفرم کمک کن. زود باش. زود باش دکتر. 45 درجه، قوی باش. چی شده؟ خب چی؟ ببندش دیگه، برو سری جعبه کمک های اولیه رو بردار بیار. سری زود باش. مادر لطفاً در رو باز کن، نانگریم، براتون صبحونه آورد. نوچه نوت اومده اینجا، برو بهش بگو بره، زرنگ بازی هم در نیاری. صبر کن. نانگری چی شده؟ نانگری رئیس واسهتون غذا فرستاده، گفت که شامم نخوردین، براتون میذارم داخل. نه نه نه، خودم میبرم. میذارم تو خو. خودم میبرم نانگیری، تو برو، خودم میبرم، برو. وانش خیلی نگرانته. بیا بیا بشین، بیا بیا بخور. نه نه نه، نمیخوام، خودم میخورم، بعدا خودم میخورم، بده به من. وانش گولم زد، اون عوضی به هم شلیک کرد، شک نکن انتقام میگیرم. وانش هیچ وقت به کسی خیانت نمی کنه، تو رود کارشو انجام میده. بعد اتفاقی که دفعه آخر توی هتل افتاد بازم جرأت کردی که بیای اینجا؟ واقعا باید شجاعتتو تحسین کنم. بعد اتفاقی که دفعه قبل توی هتل افتاد دشمنی ما یه سطح بالاتر رفته وانش. الان دیگه کشتنت خیلی جذابه. آماده ای؟ بیا. اینو یادته؟ وانمود میکنی مقید به اخلاقیاتی، ولی از پشت به هم خنجر زدی، به هم شلیک کردی.
این تو بوده که به من خیانت کردی. تو میخواستی محموله منو بدزدی. چی با خودت فکر کردی ها؟ که خیلی راحت میای هتل منو محمولم و جلوی چشم خودم برمیداری؟ ضمناً اونی که بهت شلیک کرد من نبودم، ولی هر کی که بوده کار درستی کرده، چون تو لیاقتت فقط همینه. باشه باور میکنم که تو بهم شلیک نکردی، ولی اینکه زخمی شدم معنیش این نیست که ضعیف شده باشم. انتقاممو میگیرم. وانمود میکنی بزرگترین رئیس آسیایی، ولی در اون حد نیستی. هر چی داری ازت میگیرم وانش. اول باید بتونی روی پاهات وایسی بیام، بعدش بیا از دزدیدن امپراتوری من حرف بزن. حالا خوب گوش بده ببین چی میگم. از الان به بعد اگه بخوای تو زندگی من، زندگی خانوادم یا تو بیزینسم هر دخالتی بکنی، خودم جلوی چشمات و بدون هیچ فریبی بهت شلیک میکنم. میدونی کجا؟ وسط سینه‌ت. دقیقا وسط سینه‌ت. فهمیدی چی میگم؟ دوست من، چطوری میخوای منو بکشی؟ خودم کارتو تموم میکنم. آهسته آهسته، ذره ذره، هیچ وقت فراموش نکن. نانری ایشانی، حواست همیشه یه جای دیگه است. نانری، من همیشه اینقدر برای خودمون برنامه میچینم. نه ایشانی، من میدونی چی، اصلا ولش کن دیگه، بس باشه، خودت تنها شنا کن. گوش بده به من ایشانی. وایسا ایشانی، ایشانی وایسا، گوش بده، نکن دیگه ایشانی. نانری گفتم ولم کن. سفید شبیه مواد مخدر، از کجا اومده اینجا؟ نانگری، نانگری ایشانی، چی شده ایشانی؟ هیچی نیست، هیچی نیست، بیخیال برش کن. پس واسه چی اینقدر ترسیدی؟ بگو خب بهم چی شده؟ من که اینجا، میشه بهم بگی؟ آره، اینجا. اونجا چیه؟ تو کیف. لطفا آروم باش، بذار برم ببینم. آروم باش ایشانی، این از کجا؟ من از کجا بدونم؟ نانگری از کجاست؟ منم داشتم شنا میکردم. ساکت، از کجا آمده تو ساکمه؟ نانگری یکی اینو گذاشته تو ساکمه رفته، من از هیچی خبر ندارم. قسم میخورم، قسم میخورم، مال من نیست. میدونی که من از این کارا نمی کنم؟ نه، ازت خواهش میکنم به باش هیچی نگو. میدونی که من مواد مصرف نمی کنم؟ باشه ایشانی، به کسی نمیگم. ایشانی لطفا آروم باش. باشه. آره. سلام، بازرس آجای نایر هستم از ستاد مبارزه با مواد مخدر گوا. یه ساقی بهمون گفته که یکی داره تو این هتل مواد جا به جا میکنه. ببخشید سرکار، اطلاعات اشتباه بهتون دادم. من مخالف موادم و اصلا اجازه ورودشو به این هتل نمیدم. در هر صورت اگه بخواین میتونین همه جا رو چک کنین تا خیالتون راحت بشه. باید تک تک اتاقا رو بگردیم. بفرمایید. من میدونم که اونم مال تو نیست، خودم اینو میدونم. واضحه که مال من نیست. چرا هی داری تکرارش میکنی نانگری؟ فقط خواهش میکنم از کیفم برش دار. خواهش میکنم آروم باش. کسی که این کارو کرده رو پیدا میکنم. تا اون موقع گوش بده، به هیچ کسی چی از این موضوع نمیگه. باشه، لطفا خونسرد باش، خودتو کنترل کن. چجوری خونسرد باشم نانگری؟ یکی اومده مواد مخدر گذاشته تو کیفم و رفته. کسی که این کارو کرده رو پیدا میکنم. هیچکی نمیدونه که این کیف تو بوده. خب، ولی
ولی آخه وانش وانش نباید از هیچ چیزی خبردار نمیشه. من میرم گم و گورشون میکنم که دست کسی بهشون نرسه. باشه باشه باشه. به هیچ کسی چی نگو. قربان، هیچی تو اتاق نیست. همونطور که گفتم چیزی پیدا نمیکنی. اگه بخواید میتونید کارمندا رو هم چک کنید، مشکلی نداره. همونطور که داشتم میگفتم، من واقعا هیچ علاقه‌ای به مواد مخدر ندارم. مطمئنم توی هتل منم. صبر کن. مطمئنم که این کار ویومه. اینا چیه؟ درها رو ببندی. سینگانیا، گفتم کسی بیرون نره. باید بررسی بشه. همه باید تو هتل بمونین. میتونین برین تو اتاقاتون، ولی هیچکی نمیتونه از هتل خارج بشه. اینجا خونه همه رو آزمایش میکنه. یه دکتر از ستاد میاد اینجا. بعد از اینکه گزارشات آماده شد میتونین برین بیرون، ولی شما همراه هم بیاین. ردیما کجاست؟ هنوز بر نگشته. خیلی خواب، حواستون باشه که مدارک اینجا، پس هیچ کس حق نداره که وارد اونجا بشه. از طریق دوربینم مراقب باشی. میتونی بری. بله قربان. شما دوتا برین مراقب اتاق نانگری باشین. فعلا اونجا تحت بازداشته. منم میام. سلام، آجای نایر هستم. دو تا افسر دیگه اینجا لازم داریم. باشه. راجب وانش رایسینگانیا زیاد شنیدم. مرد خیلی فریبکاریه. خیلی خوبم فرار میکنه. نانگری هم به اندازه اون کلاه برداره. وانش همه تلاششو میکنه که آزادش کنه. فقط حواستون باشه وانش و نانگری هم دیگر رو نبینن. اگه ملاقات کنن چشم به هم بزنی بدون هیچ رد و اثری ناپدید میشن. دیگه هم نمیتونی پیداشون کنی. گرفتی چی میگم؟ به هم برسن قطعا یه نقشه میکشن. پس خوب حواستو جمع میکنی. نگران نباشین قربان. نمیذاریم هم دیگر رو ببینن. هیچ کس وارد این اتاق نمیشه. خوبه. فقط نانگری میتونه بگه که چی شده. ولی چطوری باهاش صحبت کنم؟ یه راهی پیدا کردم. با این میتونم با نانگری حرف بزنم.
عشق نفوذی.